سلام جناب آقای کاشانی، سوالی داشتم از شما در مورد استادتون جناب آقای علوی گرگانی. ایشون سال گذشته یک فتوا اعلام کردند که دوچرخه سواری زنان مورد رضایت امام زمان نیست. گذشته از اینکه یک همچین فتوایی نمیتونه درست باشه به خاطر اینکه در زمان صدر اسلام دوچرخه وجود نداشته که ائمه بتونن در موردش فتوایی بدن، به لحاظ قانونی هم دوچرخه سواری زنان کاملا آزاد هستش، چنانکه در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 5 شهریور سال 1379 صراحتا عنوان شده که دوچرخه سواری زنان جرم نیست، و این بدان معناست که ضابطین قوه قضاییه نه تنها نمیتوانند مزاحم دوچرخه سواری خانم ها شوند، بلکه حتی اگر کسی دیگری هم مزاحم دوچرخه سواری آنها شد باید او را جلب کرده و به مراجع قضایی تسلیم کنند. اما سوال من از شما این هستش که این استاد شما چگونه توانسته چنین فتوایی رو بده؟ اگر خوب فکر کنین 4 حالت بیشتر متصور نیست. یا اینکه ایشون امام زمان رو در جای ملاقات کرده و ایشون به مرجع مورد علاقه شما گفته که دوچرخه سواری زنان حرام هستش، یا ایشون راضی نیست، یا اینکه ایشون مکاتبه داشته با امام زمان، یا اینکه ایشون از حال درونی امام زمان صحبت کرده و آگاهه، یا اینکه ایشون داره دروغ میگه. حالت‌های اول و دوم با حالت 4 یکیه، برای اینکه بر اساس روایت های شیعه در دوران غیبت کسی نمیتونه ادعای ملاقات یا ارتباط با امام زمان رو داشته باشه و هر کس که چنین ادعایی داشته باشه کذاب محسوب میشه. بنابراین حالت های اول و دوم و چهارم حمله بر دروغگویی هستش، مصداق دروغگویی هستش. میمونه حالت سوم. حالت سوم این هستش که ایشون فرض کنه یا ادعا کنه که از دل امام زمان خبر داره. این هم مستلزم این هستش که ایشون نسبت به امام زمان مقام بالاتری داشته باشه، چون هیچ وقت دانی از حال عالی آگاه نیست، ولی عالی میتونه از حال دانی آگاه باشه. بنابراین اگر ایشون از حال درونی امام زمان خبری رو مخابره کرده، نشون میده که در درون خودش رو بالاتر از امام زمان میدونه، و واقعا هم این امام زمانی که ایشون داره در موردش صحبت میکنه مخلوق ذهن خودش هستش. همین باعث میشه که ما بدونیم که ایشون در هر حال مشغول دروغگویی هستش، و هم یک صفت و همین یک اقدام و هم یک فتوای ایشون کافی هستش تا مرجع مورد علاقه شما رو از صفت عدالت خارج کنه و ایشون دیگه نمیتونه ادعای اجتهاد یا ادعای مرجعیت داشته باشه، چون از عدالت خارج شده. متاسفانه خیلی از مراجع همانند ایشون هستند و فقط به دلیل تضمین حفظ جریان پرداخت وجوهات و فرمانبرداری عامه مردم هر روز به تولید و جعل حدیث و فتوا مشغول هستند، و دستگاه هایی هم که در خدمت اونا هستن مانند رادیو تلویزیون و سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و سپاه و بسیج و مانند آنها تلاش میکنن با صرف مبالغ کلان این خرافه ها و این اباطیل رو در میان مردم ترویج کنن، یعنی رواج بدن، تا مردم رو هر روز بیشتر از پیش در گرداب خرافه غرق کنن. خوشبختانه با تلاش‌های شبانه روزی جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه، سلسله گنابادی از این خرافه گستری به دور مانده و فقرای سلسله نعمت‌الله گنابادی با دریافت‌های درونی که از پیر خودشون در طی 20 و چند سال دریافت کردن به خوبی به شعبده این شعبده باسا آگاه هستند و فریب این خرافه گستری‌ها رو نمی‌خورند و روحانیت حاکم رو فقط در حد کودکانی می‌بینند که برای چند روز دنیاشون مشغول فروختن کالای دین به ناآگاهان جاهلان هستند. و این عصبانیت روحانیت رو از سلسله گنابادی و از دکتر نورعلی تابنده قشنگ توضیح میده و توجیه میکنه. سوال من از شما این است که شما در کجای این معادله ایستاده اید؟ آیا شما هم همگان با فقرای سلسله نعمت‌الله گنابادی بر علیه اینجور اباطیل و اراجیف موضع‌گیری میکنید؟ یا اینکه خدای نکرده خودتون یکی از عوامل
ترویج این اباطیل و این اراجیف در سلسله نعمت الله یگان آبادی بودید. منتظر سوالهای بعدی هم باشید. تشکر.